انجام داد. یعنی از خانه انسان مهمتر باورهای انسان هست که تا 40 سالگی انسان به باوری برسه با اون باورها دیگه عمر خودش رو سپری بکنه. در 40 سالگی مولانا یک انسان باورمنده، یک فقیه دهنجاره، یک مدرس آدابدانه، تخریب میشه. انسان حاضره عقل خودش رو از دست بده. چی کسی حاضره عقلش رو از دست بده تا یک ماشین به دست بیاره، تا یک زندگی مرفه به دست بیاره؟ عقلش رو بده. هیچ کس حاضر نخواهد بود خرد خودش رو بده. یه دیوانی مجنون بی سر و پا بشه تا بهش بگن که این خونه مال تو، کسی به این رضایت نخواهد داد. ولی مولانای 40 ساله جا افتاده مدرسه دیده به شمس میگوید، شمس بهش میگه گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو دیوانه نیست و به درد این طریقت نمیخوری. بعد یک فقیهی که مباحثه کردن با او جنجالی به پا میکنه، یعنی در قلمرو استقصاص مدرسی بحث خیلی جنجال انگیز میشه. یعنی اینها حاضر نیستن حتی از منطق گاهی تبعیت کنن، موضع دارن. مدرسه اصلا آموزش میده انسان را به جدال، اصلا مجادله بحث میشه. به قدری مسئله مجادله جدی، قرآن به همین مجادله به عنوان یک روش و یک منش اشاره میکنه و جادل هم بالتی هی احسن. به پیامبر میگه که مجادله بکن و مجادله احسن بکن، یعنی از منطق تبعیت کن. وقتی سخن منطقی از سوی کافری، مشرکی، هر کسی بود، سخن منطقی بود، منطق احترام بگیر. معناش اینه که مجادله خیلی جدی، در مدرسه جدیترین شکل مجادله انجام میگیر. مولانا یک انسان جدلیه، به تبع در حقیقت عضویت در صنف مدرسیون، به عیس صنفیتش زیر تاق رواق مدرسه. مولانا یک انسان جدلیه. اما شمس بهش میگه که تو دیوانه نیستی؟ میگه من دیوانه شدم. میگه عاقلی؟ میگه دیگه عقل ندارم. گفت که دیوانه نی، لاجر این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. یعنی اینجا دیگه جدال نمی کنه، تابع میشه. در عرفان مجادله نیست، در عرفان عرصه تسلیم تجربه میشه. در عرفان همه چیز با اطالت و مرکزیت و گرانیگاه تسلیم جریان پیدا میکنه. چون و چند همه و همه در قلمرو عرفان فرو میره. این معناش نیست که عارف تابع منطق نیست، اما از منطق رقیق‌تر عرصه تسلیمی است که انسان روح تسلیم طلب خودش رو، سلامت طلب خودش رو، روح سلم خواه خودش رو میدان میبخشه یا به میدانی گسیل میکنه که در اون میدان سلم مفهوم حقیقی خودش رو پیدا کرده. اصلا مسلمانی با اصل عرفان ارتباط داره. امروز مسلمانی را با مجادله و منطق و فلسفه و چیزهای دیگر برابر نهادن. این نیست مسلمانی. شما در مقابل هر منطقی از هر طبقی وقتی سخنش منطقی شد ناچاری تابع باشید. این دیگه تسلیم نیست که. تسلیم به معنی حقیقی اونجاییست که انسان به یک جذبه، به یک کشش، به یک جریانی که هنوز به منطق ننشسته، به یک زیبایی شما تسلیم میشید. وقتی انسان تمام هویت خودش رو در مقابل یک جلوه جمال میبازه، اینجا امور منطقی عقب میمونن. یعنی یک جریان سریعتر از منطق انسان رو تسلیم میکنه. لازم نیست که طرف با منطق ما را تابع خودش بکنه، با یک نگاه ما را در مقامی که داریم و منزلتی که داریم سوس میکنه، تسلیم میکنه. و در این تسلیم انسان بازندگی را بر برندگی ترجیح میده. یک جاهایی هست که انسان در قلم رو منطق برندگی شیرینه، بازندگی خیلی شیرینه. شما دوست دارید که منطق شما پیروز باشه،
منطق دیگران در مقابل منطق شما تسلیم بشه، کم بیاره، شما فائق و غالب بشید. در مجادله معمولا هر طرف از طرف این دیالوگ میخواهن غالب باشن، اما در اون عرصه‌ای که تسلیم از منطق پیشتره، اونجا انسان از تسلیم شدن خودش لذت میبره. عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن بهتر از صیادی هست، سید شدن و از صیاد شدن بهتر میپسندن. این از عرصه تسلیم. اونهایی که مسلمانی را طرح ریختن، حال وحی است از سوی خدا، تبلیغ است از سوی پیامبر. بساط مسلمانی اینطوریه، پیامبری که اسلام رو بر مردم تبلیغ میکنه، مردم با منطق چقدر آشنا هستن؟ یعنی چه اندازه مردم تازه فاصله گرفته از جاهلیت، مردم هم مرز جاهلیت، با منطقی که در قرآن امروز هم ما به اون منطق تکیه داریم، چقدر منطق گرا هستن، چقدر عقل گرا هستن؟ آیا میشد مسلمانی را با منطق مورد انتشار قرار داد، منتشر کرد؟ یقینا اصلا مفهوم مسلمانی منطق گرایی نیست، ضد منطقی نیست، منطقی هست اما از منطق پیشتره. لا اله الا الله، یعنی از حیرت، از بخت، یعنی جریانی که ما رو میکشه نمیدونیم چرا میریم، چرا کشیده میشیم، دلیل حیرانی خودمون و مجذوب شدن خودمون رو نمیدانیم ولی کشیده میشیم. ای بی خبر، من میروم، او میکشه از قلاب را، یک نفر قلاب انداخته ما را داری میکشه و میبره بدونی که بفهم. ما داریم در پیرامون خودمون آدم هایی پیش میاد در زندگی ما منطقا قابل تردن، منطقا ما نمیتونیم با اینها معاشرت کنیم، خوشنامی خوبی نه، خوشنامی ندارن، یعنی انسان های بسیار خوشنام در جامعه نیستن. روش، منش، رفتارشون با هنجارهای منطقی جامعه همخوانی نداره. انسان هایی هستن که نزدیک شدن به اونها انسان را در معرض اتهام قرار میده. انسان وقتی با اونها معاشرت میکند نوعی به اتهام خود رو نزدیک میکنه. اما میبینیم که یک جاذبه قوی تر از همه این امور منطقی ما رو به اون سوی میکشیم، میکشیم به عرصه ای که آبروی خودمون رو هم ببازیم، میریم به سوی عرصه ای که هنجارهای شناخته شده و عرفی خودمون رو هم زیر پا بگذاریم، حتی آسیب ببینیم، تخریب بشه. این جاذبه اجازه نمیده ما مقاومت کنیم، مقاومت ما رو میشکنه، ما رو از جای خودمون میکنه، میبره به یه جای دیگه. اصلا در عرفان مسئله مهمی که هست از جا کنده شدنه. عرفان انسان رو از جای خودش میکنه. مولانا از جا کنده شد، کدوم جا؟ جایی که سخت در آنجا نشسته است، یعنی مقام فقاهت، سنگین ترین نشیمنگاه آدمی، یعنی انسانی که به همه حکم میکنه تو اینطور نماز بخون، تو اونچنان وضو بگیر، اگر این کار بکنی تو قیامت میبری مثل جهنم، با خدا همدستی میکنه، جهنم رو خودش در حقیقت حدود و سقور خودش رو معین میکنه. مقام فقاهت منزلت بسیار وقور متین، بسیار سنگینیه. انسان وقتی به اینجا رسید از کسی تبعیت نمیکنه، همه تابع او هستن، او متبوع مطلق به حساب میاد. فیلسوف میخواد در مقام استدلال حرف بزنه، یک دفعه حکم قتلش میده مثل سهروردی، فقیهان حکم قتلش دادن، بالایی دارن کشتشون. یک فیلسوف بود. عارف میخواد از عرفان حرف بزنه، حکم مرگش میدن، حسین ابن منصور حلاج بالایی دار رفت. در مسیر فقاهت کشیده منزلت بزرگی برای خودش کسب کرد. ما میبینیم که شخصی مثل صلاح الدین ایوبی از فقیهان تبعیت میکنه و سهروردی رو میکشه. پادشاهان زمان و حاکمان زمان قهرن، اگر دل بخواهم نبود، قهرن تابع فقیهان بودن، یعنی فقیهان بر اونها حکم میراندن.
اونا نمیتونستن از طبعیت فقیهان سرپیچی کنن. میدان بزرگی داشتن. پشتوانه فقیهان انبوه عوامان هست. عوامان بسیار مریدان و تابعان محکم فقیهان هست و اکثریت هم هستن. همیشه فرهیختگان معدودند و در اقلیتند و عوامان در طول تاریخ اکثریت جامعه رو تشکیل میدادند. انسان‌های احساسی و تحریک پذیر و مقلد، به نامش مقلد است، یعنی هر چی به او حکم کنی او به تقلید عمل میکنه، تحقیق نداره، در امور بسیار مهم خودش هم تقلید میکنه. یک چنین پشتوانه‌های فقاهت در طول تاریخ مطرح بود. مولانا به چنین منزلتی رسیده، یعنی آمده به جایی که وقتی راه می رود پشت سر او انبوه جماعت حرکت می کنند، او را مشایعت می کنند، به استقبالش می آن و پشت سرش مشایعت می کنند، دست او را می بوسند. یعنی بهترین جایگاه دست بوسی در تاریخ بیت فقیهان بوده و محل اقامه جماعت بوده که امام جماعت را دست بوده. مولانا چنین جایگاهی رو به خودش اختصاص داد، یعنی رسید به جایی که مردم افتخار بکنن که دست او رو بود، افتخار بکنن خوشتر او حرکت بکنن، بر خود ببالن که بشتر او نماز بخونن، او را مشایعت کنن تا منزل خودش، آب وضوی او را به نشانه تبرک بر چشمهای خودشون بمالن، یعنی صداقت بر او قائل باشن. یک دفعه به چنین انسانی طوفانی میخوره، از جاش کنده میشه. از شما اگر بتونید یک فقیه رو از جا بکنید، چنین چیزی اصلا محاله. آدم های مختلف شاید به نوعی در حادثه های از جا کنده شوند، اما فقیه رو از جا کندن سخته. او با انواع آداب در یک منزل بزرگ متین موقر نشسته است. آداب زیادی داره، نوعی نشستن، نوعی نگاه کردن، نوعی به کار بردن اصطلاحات، همه به همه آدابیه. شخصیت جبلی و ذاتی خودش کاملا محو شده، یک شخصیت دوم به نام فقاهت در او فربهی پیدا کرده، یک شخصیت فربهی پیدا کرده که شخصیت اصلی خودش زیر اون شخصیت فربه مدرسی کاملا لگت مار شد. ترحم به معنی حقیقی ذاتی برای او خیلی فرعه. اگر بگید که رحم، میخواد بگید که شرعن رحم خوبه یا شرعن رحم بده، یعنی مدرسه ترحم رو تأیید میکنه یا ترحم رو تأیید نمیکنه، و ذاتی بودن فرع است بر آموزشی بودنش. مثل عشق که غزالی گفت عشق کار معطلین و بدحالینه. آدمی که عاشق میشه تمام هویت انسان معکول عشق واقع میشه، عشق انسان رو میبله. بعد غزالی میگه که آدم ها از بیکاری عاشق میشه، اگر کار داشتن و زندگی داشتن که عاشق نمیشدن. عشق کار معطلین و بدحالین، از بتالت و بیکارگی به عشق میگراید، حکم میکنه بر اینکه عشق کار معطلین و بدحالین. در حالی که اون کسی که عاشق میشه نه نصیحت دیگران مفهومی داره، نه اینکه بگن که تو بدحالی معطلی، حتی میخوام بگن این دست خودش نیست، این در حقیقت معکول عشق افتاده است. عشق او را بلعیده، به کام خودش کشیده، هویت او را دزدیده. بعد اینا میخوام بگن که از نظر شرعی عشق خوب است یا عشق بد است. یا مثلا